سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح یک شنبه 20 مهر ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 10:30 شنبه شب 11 اکتبر 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، طی رشته برنامه در همسایگی خداوندان همراه دکتر اکبر کرمی میپردازیم به بخش دیگری از اندیشیدن به دین. شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید. یک شنبه صبح هست به وقت ایران و نوبت میرسد به رشته برنامه در همسایگی خداوندان. 39 قسمت از این رشته گفتگو رو در قلمرو اندیشیدن به دین تقدیمتون میکنیم، مستقیم از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن همراه دکتر اکبر کرمی، نویسنده در همسایگی خداوندان. دکتر، خوش اومدیم به برنامه. سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به شما و مخاطبین عالی قطر برنامه. ممنون. دو قول داده بودین آخر برنامه پیش که راجع به این دو کانسپت به قول فرنگی ها، مفهوم مورالیتی و اتیک، که هر دوش رو در زبان فارسی میگیم اخلاق، ولی تفاوتی بینش قائل هستند متفکرین غرب. این رو برامون اول توضیح بدیم، بعد بریم سراغ بقیه موضوع. خدمتتون عرض بکنم که اتیکس و مورالیتی در همومیزی معنایی بسیاری حتی در فلسفه و تاریخ فلسفه غرب داره. یعنی خیلی جاها واقعا تفکیک و تمایز مشخصی بین مورالیتی و اتیکس تو بسیاری از نوشته ها نمیبینید، ولی در این حال واقعا همونطور که شما گفتید در بسیاری از نوشته های دیگه میبینید تفکیک و تمایز ملاحظه شده. به عبارت دیگه، تا اونجایی که من میفهمم، مورالیته رو میشه یک مفهوم در واقع عام‌تر از اتیکس در نظر گرفت. اتیکس یک معنی بسیار باریکتری از مورالیته داره. اتیکس از واژه اتوس در زبان در واقع یونانی برآمده که بیشتر به عادت‌ها و خلق و خوهای انسانی برمیگرده. بسیاری از متفکرین پسامدرن ترجیح میدن که وقتی از اتیکس صحبت میکنن در واقع همون خود بنیادی انسان و خود آینی انسان رو درش لحاظ بکنن. در واقع اتیکس اخلاقهای خود بنیادیه که انسانها برای خودشون میسازن. دست کم در گفتمانهای پسا مدرن اینجوریه. بنابراین ما با اتیکس های بسیار متکثر و متفاوتی روبرو هستیم، همچنان که شخصیت های انسانی بسیار متفاوت هستن علارغم شباهت های خانوادگی که ممکنه داشته باشن. اتیکس های بسیار متکثر و متنوعی هم در انسان ها دیده میشه. اما در این حال در همون فلسفه اخلاق از متا اتیکس هم صحبت میشه. یعنی وقتی که ما در مورد اخلاق و اتیکس صحبت میکنیم، در مورد خلق و خوهای انسانی صحبت میکنیم، تمایل وجود داره که بتونیم سیستم سازی کنیم از خوب و بد، از امر خیر، از ویرچو، نمیدونم از گودنس. از این مفاهیم وقتی صحبت میکنیم تمایل وجود داشته در تاریخ فلسفه اخلاق و فلسفه که در واقع سیستم سازی بکنن. اونجایی هستش که ما در واقع وارد مورالیتی میشیم. اگر بخوام مثال بزنم، سیستم اخلاقی که کانت ارائه میده در واقع یک نمونه مشخص مورالیتی هستش که در واقع بنابر این هستش که یک بنیاد ریاضیواری در عرصه اخلاق بنا بشه. خیلی جهان شمول هستش و همه چیز رو مدعیه که میتونه دست کم در پهنه اخلاق، در پهنه گودنس، در پهنه خیر، در پهنه ویرچو توضیح بده. یه چیز دیگه ای رو بگم و عرضم رو تمام بکنم. وقتی از مورالیته صحبت میکنیم ما بیشتر به وظیفه و مسئولیت های انسان در واقع اشاره داریم، ولی وقتی از اتیکس صحبت میکنیم اتیکس ها بیشتر با حقوق و قوانین سر و کار دارن. بنابراین این دوتا رو اگه در نظر بگیریم یک کمی میشه مرز این دوتا واژه رو از هم تفکیک. ببینید، آیا درک من چقدر به
اون چه علمی خونده میشه نزدیک هستش. اتیک رو من اونجور فهمیده بودم که به عبارت دیگه هم شما گفتین که خود بنیاده و درون خودشه و خوب و بد رو، باید و نباید رو با خودش طرف و فرد درون خودش یا به عبارتی وجدان خودش میسنجه، صرف نظر این که آیا مثلا همسایه دید، مامانم فهمید، یا جامعه منو الان تقبیح میکنه یا تشویق میکنه، صرف نظر از هر نگاه ناظر بیرونی یا خدا یا قانون، خودش و خودش قضاوت میکنه. حال اون که مورالیتی یا مقالیته به قول فرانسوی ها، این یکمی باید حواسش به اطرافم باشه، یعنی فرد رو بین جمع و در جامعه خوبد و قشنگ و زشت و فلان اینهاش تعریف میشه، این رو هم میشه تو اون تعریف گنجود. من موافق نیستم به خاطر اینکه مثلا من مثالی که زدم در مورد سیستم اخلاقی که کانت این با سیستم سازی چیز تناقض داره، مثلا همین مثالی که زدم در مورد سیستم اخلاقی که نمونه ای از مورالیتی کانت بنا میذاره، کانت صحبت از این میکنه که در واقع خیر اخلاقی زمانی هستش که در واقع ما وقتی یک کاری رو میکنیم اون کار قابل تعمیم باشه. به عبارت دیگه کانت به ما توصیه میکنه شما کاری رو بکنید که بشه تعمیمش داد، یه جوری برمیگرده به اون قانون طلایی که در اخلاق هستش. یعنی شما به هر دلیلی یک کاری رو میکنی، اگر این دلیل رو برای دیگری هم مجاز میدونی که به اون دلیل این کار رو بکنه، شما خیر اخلاقی انجام دادید. اتفاقا کانت خیلی اصرار داره که نتیجه خیلی مهم نیست، قضاوت دیگران مهم نیست. به محض اینکه شما نگران نتیجه میشی، به محض اینکه نگران سود و ضرر میشی، به محض اینکه نگران قضاوت دیگران میشی، از اون خیر اخلاقی فاصله گرفتی. در واقع فضیلت اخلاقی که کانت داره توضیح میده به تعبیر شما برمیگرده به اتوس، ولی در واقع سیستم اخلاقی رو که کانت بنیان گذاشته در واقع یک نمونه از مورالیته میشه تصور کرد. یعنی میخوام بگم که این تفکیک خیلی شاید قابل دفاع نباشه، ولی در عین حال اتیکس ها در واقع اون خود بنیادی انسان از درون برمیخیسته. البته این به این معنا نیستش که در مقام گردآوری هم همش از درون ما بر بخیزه. یعنی شما ممکنه که یا هر انسانی اتیکس هایی داشته باشن که این اتیکس ها در مقام گردآوری از خیلی جا، از دین، از عرف، از تاریخ، از علم، از جاهای مختلف گردآوری شده باشه. مسئله مهم در مقام داوریه. یعنی در واقع اتیکس ها سیستم های اخلاقی در واقع انسانی، یعنی انسانی که میگم به معنی انسانی و غیر انسانی است، که در وجود انسان ها شکل میگیرن، در درون انسان ها شکل میگیرن و داوریش برآمد نظرات خود فرده، فارغ از اینکه حالا درست باشه یا غلط باشه. یعنی در واقع ما وقتی با اتیکس روبرو هستیم، با یک سیستم اخلاقی فردی روبرو هستیم که از جاهای مختلف ممکنه گردآوری شده باشه، ولی فرد مرجع داوری بر اونه. اگه بگیم که چرا این کار کردی، نمیگی که مثلا چون فلان دین گفته، چون فلان امام گفته، چون فلان فرد گفته، میگه من اینجوری فکر میکنم. ولی حالا تتوشو در بیاری، ممکنه که از یک تاریخی گرفته شده باشه این حرف، از یه شخصی گرفته شده باشه، ولی در نهایت اون فرد مسئولیت این در واقع داوری رو میپذیره که من به این نتیجه رسیدم که این درسته، من به این نتیجه رسیدم که این اخلاقیه، من این رو میپذیرم طبق یاد گرفته های خودش. به هر شکلی دکتر توی در همسایگی خداوندان تأیید و تأکید کردین که قلمرو اخلاق باید، یعنی سیاست باید تفکیک بشه از اخلاق، همونطور که دین از سیاست، اون دامنه، اون نهاد دین از سیاست رو جدا میخوایم و جهان مدرن، جهان سکولار جدا میطلبه، میپسنده، تایید میکنه، اخلاق هم با همچی سرنوشتی باید علل قاعده، یعنی طبق تعریف شما جدا باشه. اینو چجوری میبینین؟ نسبت اینها رو چجوری میبینین؟ دقیقا همینطوره. یعنی ببینید، در همومیزی گفتمانهای دینی با گفتمانهای سیاسی و در همومیزی پهنه سیاست با پهنه دین، مشکلاتی رو دست کم برای جامعه ما به صورت خیلی تر و تازه فراهم کرده که خب در دوری گزیدن از این مسئله و در واقع حالت دفاعی گرفتن به این مسئله، میبینیم که گاهی اوقات بسیاری از متفکرین یا بسیاری از انسان‌ها تلاش دارن که حالا که
با فاجعه درهم‌آمیزی دین و سیاست روبرو شدن و به این نتیجه رسیدن که اینا رو باید از هم جدا بکنیم، یه چیزی رو جایگزینش بکنن. گاهن میبینیم که گرایش وجود داره که اخلاق رو حالا یه بار دیگه بیازماین، ولی همه اون تبعات منفی رو که در هم‌آمیزی سیاست و دین در واقع داره، در هم‌آمیزی اخلاق و دین هم خواهد داشت. و من فکر میکنم که از نکات مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که این راهی رو که دیگران در تاریخ رفتن و نتایجش هم کم و بیش مشخص هستش رو دوباره ما تکرار نکنیم. به عبارتی دیگه چرخ رو ما دوباره اختراع نکنیم، یعنی دوباره هزینه های بسیار و هنگفتی رو به جامعه تحمیل نکنیم برای اینکه بفهمیم یه زمانی پهنه سیاست پهنه خودبسنده‌ایه، حتی با پهنه اخلاق هم در هم‌آمیزی نداره. اما برای اینکه این نکته رو روشن بکنم، آره، با یه مثال لطفاً برگرد. قبل از اینکه مثال بزنم بذارید توضیح بدم. ببینید ما در جامعه خودمون بنا به دلایلی که یکی از اون اینه که خب کسایی که در عرصه سیاست در این دو سه دهه ظهور کردن از یه طبقه اجتماعی خاصی بودن و از نظر فکری هم خیلی میشه گفت که پیشا علمی و پیشا مدرن بودن، گفتمان هایی رو با خودشون وارد پهنه سیاست و پهنه گفتمان ایرانی کردن که بسیاری از مسائل رو اصلا یه رنگ و بوی دیگه‌ای داده، یعنی یک توهماتی وارد فضای ذهنی و زبانی مردم ما شده که خود روشن کردن اینم خودش یک مسئله است. از جمله مسئله درهم‌آمیزی سیاست و قدرته، یعنی تلویحا بسیاری از مردم ما فکر میکنن که در ایران این دینه که در پهنه سیاست دخالت میکنه، ولی واقعیت اینه نه در ایران، در هیچ جای دنیا دین دست کم اون چیزی که در ایران هست اصلا توان و بونه اینو نداره که در عرصه سیاست دخالت کنه. این سیاست هستش که در پهنه دین دخالت کرده و تمام نهادهای دینی رو سرکوب کرده و یا در اختیار خودش قرار گرفته و از سرمایه های در واقع نمادین دین برای حفظ استبداد و حفظ خودش داره بهره میبره. اساسا دین در جامعه ما اونقدر تو سری خور شده و دینداران اونقدر در هم شکسته شدن که توان دخالت در پهنه سیاست رو ندارن. این حتی مثلا مراجع تقلید که ما خیلی فکر میکنیم قدرتمند هستن، به محض اینکه بخوان در زمینه زاویه پیدا کنن با حکومت در هم شکسته میشن، در واقع مورد هجمه قرار میگیرن. ما نهاد دینی مستقل قدرتمندی نداریم که اساسا رؤیای دخالت در پهنه سیاست رو داشته باشه. صحیح. اون چه که در ایران اتفاق افتاده دخالت وحشیانه پهنه سیاست پهنه قدرت در پهنه دینه و به خدمت گرفتن همه سرمایه های نمادین تاریخی دین در جامعه ماست که هم به ضرر در واقع دین و دینداران تمام شده و هم در واقع این توهمات رو در جامعه ما دامن زده. به عبارت دیگه میخوام بگم واقعیت اینه که هر موضوعی که برای حفظ قدرت مهم باشه، اونایی که در پهنه قدرت منافعی رو دنبال میکنن تلاش میکنن اون رو به چنگ خودشون در بیارن. بنابراین به محض اینکه ما اخلاق رو وارد پهنه سیاست بکنیم، اولین قربانی این مسئله اخلاق خواهد بود. تا زمانی که یک جامعه در پهنه سیاست توسعه یافته نیست و نهادهای مدنی قدرتمند برای اداره کردن، محدود کردن و کنترل کردن پهنه سیاست رو نداره، هر چیزی که به سیاست نزدیک بشه در خدمت سیاست قرار میگیره و در واقع قربانی سیاست خواهد شد. بنابراین خیلی روشنه که خطرناکی که بخوایم سیاست رو با اخلاق پیوند بزنیم. اخلاق باید خود بنیاد باشه و خود بسنده باشه و کسایی که در این عرصه کار میکنن باید آزادانه نظرشون رو بدن، بحث بکنن و سیاست هم پهنه خود بنیادی هستش و به هیچ وجه شریکی رو نمیپذیره. یعنی سیاست هیچ وقت اجازه نمیده که دین یا اخلاق یا هر چیز دیگه‌ای بخواد براش تعیین تکلیف بکنه. برای همینه که وقتی از قدرت صحبت میکنن در دوره‌های مدرن از لویاتان قدرت صحبت میکنن، یعنی یک اختاپوسی رو تصور کنید که سرهای مختلفی داره، از هر جا جلوشو میگیره از یه جای دیگه ظهور میکنه. یعنی قدرت اینو داره که دین بسازه، اخلاق بسازه، همه یعنی به اینا رو تعیین کنه. مثلا فرض کنید دین رو نه، فرض بگیریم که اگر در یک مدل تصوری خیالی یه مدل خیالی یک پهنه سیاستی داشته باشیم که قرار سیاستمدارا مشروعیت خودشون رو از ورزش مثلا بگیرن، به راحتی اینا همه نهادهای ورزشی رو در اختیار خودشون قرار میگیرن تا بتونن
خودشون رو توجیه بکنن. بنابراین دیگه ورزش مستقلی ما نخواهیم داشت که بخواد تعیین تکلیف بکنه در عرصه سیاست. در واقع سیاست خواهد بود که برای ورزش تعیین تکلیف خواهد کرد. خب دکتر، ولی قضیه اخلاق یه کمی حساس تره. ببینین خیلی بحث زیادی بودش راجع به این که آیا کاری که امریکا میکنه مثلا میره به عنوان اسم یا با این مشروعیت که کمک بکنه به مناطق محروم، به مردم محروم و اینها، اسمش دخالت میشه یا امر اخلاقی و کمک میشه؟ میدونین یعنی پای اخلاق خیلی جاها میاد وسط. آیا سکوت بکنه وایس ناظر باشه یا نه بره به حقوق بشر سوریه کمک بکنه؟ بنابراین شما جزو اون دسته هستید که میگید اخلاق هیچ گونه نباید دخالتی در امور سیاسی بکنه یا سیاست در امور اخلاق بکنه، حالون که خیلی ها وقت کجا تفکیک قائل میشین؟ یعنی خیلی ها میگن نه این کار اخلاقی نیست که مثلا فرض بکنید اسلحه بهشون بفروشیم در حالی که مثلا جونشون حقوق بشرشون در حال فلان اینها. ببینید چی میگم؟ بله میفهم. این دو تا مسئله است. این کجا جداشون میکنین اخلاق رو؟ اینکه در پهنه اخلاق فعالیت میکنه و برای خودشون صلاحیت های قائل هستن بیان در مورد همه پدیده های سیاسی و اجتماعی یه دقیقه وقت اظهار نظر بکنن یه امره که هیچ مشکل، یعنی با این جامعه مدرن و پسامدرن که ما توصیف میکنیم منافاتی نداره و اتفاقا باید این گونه باشه. یعنی اخلاق باید خود بنیاد باشه و پهنه اخلاق خود بسنده باشه و کسایی که کار دارن میکنن بیان نظراتشون رو بدن. اما اینکه اخلاق بخواد در واقع دخالت بکنه، یعنی مثلا فرض بکنیم که برای تصمیم گیری های سیاسی یک شورای مصلحت اخلاقی هم در نظر بگیریم، این خطرناکه. صحیح. به علاوه اون چی که در جهان امروز در مورد مثالی که شما زدید مشکل ایجاد کرده، بحث اخلاق یا عدم اخلاق نیست، بحث اینه که ما در جهان تازه زندگی میکنیم که خیلی پرسرعت و با شتاب انسانها رو به هم داره نزدیک میکنه. دهکده جهانی انسانهایی که قبلن خیلی از هم فاصله داشتن الان همسایه هم دیگه هستن و این همسایگی شرایط تازهی رو برای انسانها فراهم کرده که گاهی دچار بحرانشون میکنه. من در نوشته اخیر خودم که هنوز منتشر نکردم از بحران همسایگی صحبت میکنم. یعنی این شرایط جهان جدید انسانها رو همسایه هم قرار داده، این بحران ایجاد میکنه و ما در شرایطی هستیم که باید یواش یواش راه حل در واقع برون شد از این بحرانها رو پیدا کنیم. باید توضیح بدیم، باید سیاست مدارها ادعای خودشون رو مطرح کنن در پهنه سیاست و اخلاقیون و همه کسای دیگه که صاحب نظر هستن نظراتشون رو بدن تا جامعه بتونه در مورد این بحرانهای جدیدی که داره تجربه میکنه در جهان پرشتاب امروز راه حلهای مناسبی رو پیدا کنه. ممنون دکتر، تا هفته دیگه و توضیح های بیشتر از شما بشنویم. متشکرم. و از شما نیز شنوندگان و بینندگان صدای آمریکا متشکرم از همراهیتون. با ما بمانید با قسمت دوم خبرها. به نقل از یک مقام عربستان سعودی گفته می شود که عربستان سعودی در کوشش برای افزایش فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران و روسیه قصد دارد نفت خود را با قیمت ارزان تر بفروشد.